السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خدمت همه خواهران و برادران مؤمن و متدین. ایمان به امورات غیبی، نصف عقاید ما را ایمان داشتن، باور داشتن به امورات غیبی تشکیل می دهد. برعکس بیدینیان، به چیزهایی که نمی بینن باور ندارن، به چیزهایی باور دارن که می بینن، مثل سکولرها، کمونستها، بیدینان، روزها. به این طبقه مردم ما نباید از دلایل نقلی کار بگیریم، چرا که اینا دلایل نقلی را قبول ندارن. پس باید به اینا از دلایل عقلی کار بگیریم. با یا باید گفت که شما روح را میبینید، درد را میبینید، باد را به چشم میبینید که میوزد، پس باور میکنید، درد را احساس میکنید، باد را هم احساس میکنید و روح را هم که از بدن خارج شد احساس میکنید. اگر پرسان شود چرا اینها را قبول میکنید، باز میگوید احساس میشود، علایم دارد، نشانه دارد. همچنان به اینا باید گفت ایمان به ماورای طبیعت و غیب اثر و نشانه دارد. مثلا خداوند را دیدن نمیتوانیم، ولی توسط آثار خلقتش میشناسیم. کتاب روان کرده، پیامبران روان کرده، این جهان را با زیباییش آفریده و خلق کرده است، که نمی خودش دلیل عقلی است. ایمان داشتن به امورات غیبی، ایمان داشتن به امورات غیبی است منحیث مسلمان ما امتیاز داریم، که اینها ندارن. مثلا ایمان به الله، که ما و شما به الله جل جلاله ایمان داریم، الله جل جلاله را ندیدیم. ما و شما به پیامبران ایمان داریم، پیامبران را ندیدیم. به کتاب های آسمانی ایمان داریم که الله سبحانه و تعالی او را برای ما فرستاده است. اما اینا به امورات غیبی ایمان ندارد. اینمی امتیازی که ما و شما داریم اونا ندارن، که اینمی بخشی از عقیده ما و شما را تشکیل می دهد. و همچنان ما و شما امتحان می شویم، که یک نوع امتحان امی است که انسان باید چیز را نبیند باور کند، که الحمدلله الحمدلله ما و شما به چیزهای نادیده باور داریم. بنابراین خواستم در مورد ازی بسیار کوتاه صحبت کنم. انشالله تعالی، اگر خواست الله سبحانه و تعالی باشه، میخواییم بخش عقاید اسلامی که بسیار زیاد مهم است، که هر مسلمان باید عقیده درست داشته باشد. اگر خواست الله سبحانه و تعالی باشد، شما خواهران برادرانم چی نظر دارید؟ نظر نیک خود را در کامنت امرای ما شریک بسازید، که من به خیر بخش عقاید اسلامی را هر روز یک یک بخش، البته هفته یک بار یک یک بخش در چینلم درس بتم، نشر کنم، چرا که بسیاری از خواهرای ما، برادرای ما متاسفانه آگاهی درست ندارن، عقایدشان فرق میکنه. باید ما عقیده ها را درست بسازیم که عقاید درست سالم ما داشته باشیم. از این سبب میخواییم عقاید اسلامی را انشالله شروع کنم. شما هم میتونید، اگر هم نظر هستین امروی ما، نظریات و زیبایتان را در بخش کومنت شروع کنین. اگر رو را شروع کردیم بخیر تمام شد، باز بخیر انشالله سیرت نبی را یک یک بخش در چینل خود تدریس میکنم و نشر میکنم. جزاکم الله خیرا کثیرا، احسن الجزا.